تأکید دوباره بر لزوم افزایش جمعیت. حرف تکراری مقام‌های مختلف حکومت در سال‌های گذشته. هرچقدر تعداد فرزندان نسبت به تعداد خانواده بیشتر، این بار در همایش ملی جوانی جمعیت با حضور فرماندهان سپاه. مگه میشه با جامعه پیر در مقابل این دنیای قدرتمند ایستاد؟ امکان نداره. و اگر این نرخ رشد جمعیت جنبه تصاعدی پیدا نکنه، جامعه به مرور پیر میشه. جامعه پیر محکوم به فناست. سیاست کنترل جمعیت در ایران که با فرزند کمتر زندگی بهتر تبلیغ میشد، پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1368 از سر گرفته شد. حالا چند سالی است که این شعار تغییر کرده و جایش را به تبلیغ برای فرزند بیشتر داده. نسل رو افزایش بدن. همه چیز از اینجا شروع شد. توصیه رهبر جمهوری اسلامی به افزایش جمعیت. بعد از آن سیل مشوق ها و تبلیغ ها برای فرزندآوری جاری شد. اولا تلاش زیادی شد برای افزایش ضریب های مؤثر در این مسئله در حقوق. میزان ضریب فرزند آوری و اولاد جدید از 45 هزار تومان نزدیک به 800 هزار تومان الان شده، یعنی به شدت افزایش شده که هر سال هم اضافه میشه مدت 5 سال طبق قانون. و این پیگیری سپاه بود که صورت داد تو این زمینه. و حق همسر که فکر کنم 300 تومان بود که یک نفر متأهل میشد، فرقش با حقوق مجرد الان به 1.5 رسیده و تا به مدت 5 سال هر سال میزانش نسبت به بقیه عوامل حقوق افزایش شده، یعنی درصدش در داخل حقوق اضافه تر میشه. و در رابطه با مهمترین هزینه زندگی که مسکن هست، جهاد بزرگی تو سپاه شروع شده. تسهیلات بانکی برای خرید خانه، اجاره خانه و بحث اولویت در واگذاری مسکن. علاوه بر این، برای خانواده هایی که عضو سپاه نیستند هم مشوق هایی در نظر گرفته شده. اما همه این مشوق ها هم نتوانسته افزایش جمعیت را به سیاستی موفق تبدیل کند. حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه، معلوم میشه که نه، خیلی این تاکید ها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه های اجرایی. برای همین وقتی دولت ابراهیم رئیسی شروع به کار کرد، بعضی از غربالگری ها و آزمایش های مربوط به بارداری که برای پیشگیری از تولد نوزادان ناسالم بود حذف شد. برای سقط جنین هم جریمه های سنگین و مجازات تعیین شد. این مطالبه ولایت و این تهدید بزرگ انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی با همه عظمتش از این ناحیه تهدید میشه و پاسداری از انقلاب لازمش پرداختن به اینه. چندی پیش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادعا کرد در ایران نگهداری از سگ و گربه جای فرزندان را گرفته و به گفته او افراد 3-4 برابر هزینه فرزند را خرج نگهداری از حیوان می کند. شاید دلیلی برای حکومت برای برخورد با کسانی که سگ نگه می دارند و به اصطلاح حکومتی ها در خیابان ها سگ گردانی می کند. بسیاری اما معتقدند مشکلات اقتصادی، تورم شدید و فقر بر کاهش نرخ رشد جمعیت و پرهیز خانواده‌ها از فرزندآوری تأثیر دارد. جاهلان عصر جاهلیت فرزندانشون رو از ترس گرسنگی می‌کشتن که خداوند گفت اینها رو از گرسنگی نکشید، من هم شما رو روزی میدم و هم اونا رو. الان هم بیان شیکی از همون عصر جاهلیت ترویج می‌شد که اگه میخواید زندگی بهتر داشته باشید، خوراک بهتر، پوشاک بهتر، این اقوا کننده ویرانگر و کاملا یک شعار شیطانی بود. چندی پیش دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت گفته بود که نرخ رشد جمعیت در سال 1415 به صفر خواهد رسید. دلیل تمایل نداشتن بیشتر خانواده‌های ایرانی به داشتن فرزند هر چه باشد، سیاست حکومت در زمینه فرزندآوری شکست خورده. فرین عاصمی، BBC.